سلام و درود. با 23 ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. در این ویدیو قصد دارم شما رو با دو نوع پرکاربرد چارت اکسل آشنا بکنم. کالوم چارت ها و بار چارت ها که استفاده زیادی دارم و نکات تکمیلی اون رو خدمتتون عرض می‌کنم تا بتونید از اونا در جای درست و به نحوه درست استفاده بکنید. برای مشاهده آموزش ها و ترفندهای قبلی اکسل میتونید به پلی لیست اکسل ما مراجعه بکنید. لینک اونو در انتهای ویدیو و در کپشن زیر همین ویدیو براتون قرار میدم و شدیداً توصیه میکنم که آموزش‌های اکسل رو بعد از اینکه این ویدیو تموم شد داخل اکسل خودتون امتحان بکنید تا از خاطرتون نره. سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. در این جلسه کالوم چارت ها رو براتون توضیح میدم. همونطور که تو جلسه قبل دیدین انواع پای چارت ها رو با هم دیگه مقایسه کردیم و یاد گرفتیم. کالوم چارت ها یکی از پرکاربردترین نمودارها تو اکسل هستن. چرا؟ چون که اینا میتونن مقایسه داده های مختلف رو توی یه نگاه برای ما انجام بدن، همچنین برای مقایسه مقادیر مختلف یک متغیر در طول زمان هم استفاده میشن، یا ترکیب از این دو حالت که اقلام مختلف بازه‌های زمانی مختلف. همونطور که توی قسمت پای چارت ها گفتیم که 5 تا 7 تا مقدار بیشتر توصیه نمیشه، اینجا هم در حالت معمولی توصیه میکنیم مقدارهای اقلامی که مقایسه میکنیم کمتر باشه که خانه‌ایش بالا باشه. اما تا جایی که بستگی به اون طرحی که شما دارین، اگر خانه‌ای جدول پایین نیاد محدودیتی توی این تعداد نداره، همچنین به صفحه نمایش یا اونجایی که شما ارائه میکنین ربط داره. همچنان برای ایجاد اونا توی تب اینسرت در بخش چارت ها نمودارها انواع چارت ها رو داریم که اولیشون همون کالوم چارت ها و بار چارت ها هست. به این که کلیک بکنین شما دو حالت داره، یا میتونین از همینجا این مدل چارت رو انتخاب بکنید که همطور میبینی یه فریم خالی میاد و همونطوری که توی قسمت پای چارت ها آموزش دادن میتونید این مقادیر رو چطور دستی وارد کنید که من دوباره تکرار نمی کنم چون که زمانبر هستش و روش همونه، یا اینکه به طور اتوماتیک که الان میبینیم اینا رو تهیه میکنید که راحت تر هست، خصوصا اگر که نمودارهای شما منظم تهیه شده باشن، یعنی عناوین توی سطرهای افقی باشن و مقادیر اونا توی ستون ها. ما اول فرض میکنیم 5 دسته محصول داریم که فقط فروش سال 2021 اونا رو داریم مد نظرمونه. جدول رو از عناوینش تا آخر مقادیرش همه رو با هم دیگه انتخاب میکنیم و از قسمت چارت ها همین اولیه کالوم دو بعدی رو در واقع انتخاب میکنیم. میبینیم که خیلی راحت برای ما اینا رو انتخاب کرد، عناوینش رو نشون داده و مبالغ رو خیلی راحت میتونید اینجا ببینید که در یک نگاه مشخصه که آفیس ساپلای در سال 2021 بیشترین فروش رو در واقع داشته. مثل پای چارت ها شما میتونید از چارت استایل استفاده بکنید و یه سری شکلی که از پیش تهیه شده رو استفاده بکنید، یا از همین گزینه اینجا برید و اون چیزی که مد نظر شما هستش رو انتخاب بکنید. البته مثلا من این انتخاب، حالا به خاطر نوع نمودارش یه ذره امکاناتش بیشتر از پای چارت هستش. مثلا شما در بخش کویک لی آوت میتونید بیاید، یه قسمتی هستش که داده های جدولی هم اضافه میکنه برای شما زیر نمودار که برای جای کاربرد داره، مخصوصا اگه حالت مقایسه‌ای باشه که حالا بعدا خواهید. از همین منوی دسترسی سریع میتونید شما امکاناتی که داره رو که بیشتر از پای چارت هستش رو داشته باشین. اولین اکسس ها هستش که الان من با خاطر که از این بالا هم میشه و در راحت تر اونجا به شما نشون میدم. اکسس های افقی و عمودی داریم که شما میتونید از اینجا خیلی راحت اینا رو برش دارید که میبینید جدول خبرتر میشه، افقی بردارید، عمودی بردارید، یا میتونید از همینجا برای اکسس ها تایتل هم انتخاب بکنید برای افقی و برای عمودی ها، فرق نداره. مثلا من برای افقی میذارم اینجا، مثلا انتخاب میکنم اینا دستمندی محصولات دیگه، شما میتونید کلش انتخاب بکنید، دیلیت بکنید، هر چی که میخواییم بنویسید. و همونطوری که قبلا هم توضیح دادیم میتونید هر کدوم از این بخش ها انتخاب بکنید از توی همون منوی هوم
فونتش رو عوض بکنید هر جوری که سلیقه خودتون، یا چارت تایتلتون رو حذفش بکنید یا روی خود نمودار بندازید، یا برای هر کدوم از این ستون‌ها دیتا لیبل داشته باشین که معمولا جالب هستش مگه اینکه جدولتون خیلی شلوغ باشه، و بهترین حالتش معمولا حالت آوتساید اند هستش که کاملا خانه دیده میشه و بیرون اونها قرار میگیره، یا همون بخشی که توی کویک لیات هم بهتون توضیح دادم یه چیز به عنوان دیتا تیبل دارین، این دیتا رو تو جدول در میاره، میتونید همینطور که میبینید اینجا قرارش بدین و ازش استفاده بکنین. اگه رو بحثای آماری کار میکنه میتونید از ارور بارها استفاده بکنید که میبینید چند مدلش اینجا داره نمایش میده. انواع گرید لاین ها رو دارین که همینطوری که میبینید روش قرار میگیرم نشون میده، میتونید عمودی ها رو افقی ها رو حذف بکنید، همه رو میتونید حذف بکنید، یا اصلا همینجوری هم روی نمودار که قرار بگیرید اینا رو هر کدوم که انتخاب بکنید و دکمه دیلیت رو بزنید اون رو براتون پاک میکنه. مثلا افقی ها رو من پاک کردم و به حالت قبلی برمیگردم. و همینطور بحث های پیشبینی آماری داریم، لاینیر و هم رگرسیون، و دوستانی که تو بحث آمار هستن این بخش قطعا به دردشون خواهد خورد و یه پیشبینی نسبتا مناسبی برای شما و از دیتایی که دارید انجام میده برای نمودار میاره. و همونند همون پای چارتا در قسمت رنگ ها هم میتونید رنگ های نمودار رو تغییر بدید که البته گفتیم دستی هم میتونید هر کدوم اینا رو انتخاب بکنید و فیل کالرش رو تغییر بدید، که البته در تب فرمت هم همینطور که مشخصه میتونید کارهای افکت های روی فونت های جدولتون داشته باشید هر کدومی که انتخاب بکنید، و بسته به نوع کاری که دارید بوردرا رو و بخشای دیگر رو که حتما سر فرصت با اینا کار بکنید. خب تا اینجا مقایسه اقلام مختلف در یک زمان خاص رو دیدیم، که حالا بریم سراغ زمانهای مختلف هم. قبل از مشاهده ادامه ویدیو اگر این ویدیوی آموزشی براتون مفید هست لطفا لایک بکنید، و اگر که میخواییم آموزش های بعدی رو از دست ندیم لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید، و خوشحال میشم نظراتتون رو برام در زیر همین ویدیو کامنت بگذارید. ممنونم. خب حالا میخواییم مقایسه در بازار زمانی هم اضافه کنیم، یعنی تا حالا فروش از سال 2021 رو داشتیم، حالا میخواییم سال 2022 هم اضافه کنیم. دو راه داریم دیگه، یا اینکه کلا از اول اینو پاک کنم و این نمودار جدید اضافه کنم، ولی برای اینکه ببینید که نیاز نیستش که این کارو انجام بدین روش دومو انجام میدم. همینطوری که نمودار انتخاب شده سلکت دیتا رو میزنم، میبینید که با این خطچینا نشون میده که الان این تیبل ما انتخاب شده بوده. من دوباره با موز کل این منطقه رو انتخاب میکنم و اوکی انجام میدم. میبینید که خیلی راحت سری دوم دیتا ها که این قرمزا باشه برای سال 2022 هم اضافه شده. خب مشکلی که وجود داره واضحه دیگه، اگر اینو ما به کسی نشون بدیم متوجه نمیشه این نمودار الان داره چی نشون میده، برای اینکه این الان لژند نداره. ما از این دسترسی سریع این بالا علامت به علاوه رو میزنم، لژند رو فعال میکنم، که اونم ما باز میتونیم از این سمت راستش انتخاب کنیم بالا باشه یا پایین باشه، الان معمولا در کنار قرار میگیره یا پایین دیگه، من میذارم همون سمتی که بود باشه. داره نشون میده رنگ قرمز برای فروش سال 2022 هست، که خیلی سریع یه مدیر میتونه ببینه که فروشش نسبت به سال گذشته تو هر حیطه بالاتر رفته پایینتر رفته و بعد علتش رو پیدا کنه. همونطور که توی پای چارت ها دیدیم اگر روی این نمودار دبل کلیک بکنم گزینه فرمت چارت اریا میادش، که دیگه گزینه هایش رو توضیح نمیدم، دقیقا مثل همونا هستش تو فیل و بوردر ها و توی بحث های شدو و حالت های سبودی سازی زیباییش، و من که سایزی که خود در واقع تیبل چه سایزی بشه دقیقا تعیین میکنیم، و اینکه آیا ثابت بمونه یا با تغییر سلول های پشت اون این هم تغییر بکنه یا نه من آموزش داده بودم. فقط نکته اینه که اگر که شما روی این گزینه ها قرار بگیرید یه امکانات بیشتری هم اینجا باز میشه، ما رو اکسس ها هستش که یه سری کار هم میتونی اینجا انجام بدیم، خصوصا مثلا اینجا یه گزینه ای داره که بعضی وقتا به کارتون میاد که میتونید این کاتگوری ها رو به روش برعکس بچینید، میبینید این بر شروع میشه اگه دیک بزنید، اگه نه که حالت عادیش هستش،
و کالومبار هم حالت سبودی هم داره که اگه شما چنج چارت تایپ رو بزنید همچه که میبینید اینجا هستش همیشه که به صورت سبودی برای شما در میاره رو دوتا پیشنمایش مختلف هم داره که ببینید نتیجه چی هستش که با این هم میتونید نمودار زیبایی در بیارین. همینطور اگر شما بخواید این نمودارا رو حالا چارت دوبودی چه سبودی فرق نمیکنه تجمیعی روی هم دیگه داشته باشین مثل این حالت یا مثل این حالت انتخابش کنید میبینید که خیلی قشنگ به شما نشون میده. بازم برای یه سری کاربرد مدیریتی هستش. یا حالت بعدی که وجود داره برای این نوع نمودارها اینا رو به صورت درصدی که در واقع 100% میکنه میتونید نشون بدین که بازم یه جای دیگه کاربرد داره که همین توی چشم ببینید که کدوم بیشتره کدوم کمتره. در مورد کالوم چارت ها چیز خاص دیگه به نظرم نمیرسه. ما یه سری نمودار هم داریم بار چارت هستش با توجه اینکه خیلی شبیه به اینا هستن فقط اینکه به جای اینکه دیتا رو عمودی نشون بدن دیتا رو به صورت افقی نشون میدن دیگه برای اونا ویدیو جداگونه ربط نمی کنم. همینجوری که میبینید اگه چنج چارت تایپ رو بزنین تو این لیست نمودارهایی که داره بار چارت رو بیارین انگار که همین نمودار رو در واقع 90 درجه چرخونده از اون طرف. البته وقتی شما میخواین طراحی کنین بسته به نوع دیتاتون قاعدتا باید ببینید کدوم مناسب تر هست براتون ولی از ساختاری و آموزشی زیاد فرق نمیکنه. من اوکی میکنم ببینید دقیقا همون رو چرخون عناوین که پایین بود آورد اینور و مقادیر رو از اون رو براش آورد اینور که بقیه تنظیمات شبیه همون هستش. فقط یه نوع جالب دیگه هم داره که از همینجا دوباره تغییرش بدیم دستبندی سوالها رو جداگونه میکنه به تفکیک میکنه. من کلیک میکنم یعنی ببینید در واقع همونطور که میبینید دستبندی محصولات رو تو سال 2022 به تفکیک خودش رو برده 2021 هم به تفکیک خودش. این هم اساس نوع کارتون ممکنه جایی به فرتون بیاد. و یه امکانی هم اینجا وجود داره که توی آموزش قبلی بهتون توضیح نداده بودم موف چارت ها هستش که اسمش مشخص دیگه یعنی جا به جا کردن چارت. اگر رو این بزنید به این که حالا شما کپی پیست کنید میتونید از همینجا شیت رو انتخاب کنید که بین شیت ها این جا به جا بشه. یا اینکه چیز جالب تایی که وجود داره توی نیو شیت اصلا یه دونه شیت مخصوص همین چارت ها فقط درست کنه که اگر اوکی کنم میبینید خودش آورد یه دونه شیت مخصوص این چارت درست کرد. بعضی وقتا برای ارائه ممکنه که بخواید این کار کنید که قاطی دیتاهاتون نباشه.